سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. احسان میربها هستم، دوباره امروز با یه ویدیو آموزشی در خدمتتونم. طبق قولی که دادم ویدیوهای آموزشی طبق درخواستی های شما انتخاب میشه و امروز آهنگ فوق‌العاده موسیقی متن فیلم اینترستلار توی برنامه‌مونه. اگر فیلمشو ندیدین پیشنهاد می‌کنم حتما دو بار ببینینش، چون یه بار کمه. موسیقی متنش هم آقای هانس زیمر ساخته، حتما ایشونو میشناسین، با کاراش آشنا هستین. من که خودم خیلی طرفدارشم. من سعی میکنم ویدیویی که امروز آموزش میدم برای همه مفید باشه، با اینکه بعضی جای این آهنگ سخته یه مقداری، ولی سعی میکنم که یه جوری آموزش بدم که با هر سطحی از پیانو زدن یا کیبورد حتی الان هستین بتونین استفاده کنین و ازش لذت ببرین و بتونین اجرا کنین. حتما اجراهاتون هم برای من تو اینستاگرام بفرستین، اگر بشه توی استوری یا پست منم منشن کنین که ببینم و برای بقیه دوستانم شیر کنم. طبق روال قبلی من ویدیو کامل رو توی کانال یوتیوبم میذارم، آدرسش رو این زیر براتون مینویسم. یادتون نره که سابسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی منم استفاده کنید. بعد توی کانال فیسبوکم هم که به تازگی راه انداختم میذارم برای بچه‌هایی که بیشتر توی فیسبوک فعالن. در پایان این ویدیو هم یه چیز جدید داریم، یه نوتی ازش من دارم از این آهنگ که در پایان این ویدیو عکساشو میذارم. شما میتونید به راحتی اسکرین شات بگیرین و عکس نوتشو پرینت کنید. برای بچه‌هایی که حتما دوست دارن یه نوتی هم جلوشون باشه و از رو نوت بزنن که کارشون راحت تر باشه. همین دیگه، بریم ببینیم سر پیانو، ببینیم چجوری این آهنگ. خب اول از همه ریتم آهنگ 3/4. 3/4 یعنی چی؟ یعنی 3 تا نوت سیاه توی هر میزان ما داریم، یا 6 تا نوت چنگ داریم، یا 12 تا نوت دولا چنگ داریم، یا یه ترکیبی از همه ایناست، یا یه ترکیبی از نوت و سکوته. پس بریم جلوتر بیشتر ببینیم چجوریه، چجوری تقسیم میشه این ترتیب میزان ها و نوتا. در کل با همین ریتم 3/4 ما تا آخر قطعه میریم. خب شروعش با این می وسطه، 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2. ببینید چه اتفاقی داره میفته، کرشندو من دارم، تقریبا 12 بار نوت سیاه می رو میزنم با کرشندو. دقت کردین؟ این می به صورت ثابت داره میزنه، سیاهه، اینجوری ثابت داره توی هر میزان سه تا می میخوره، 1 و 2 و 3. خب هرچی این بر ملودی همراه می میاد تو دست چپ هم همون به عنوان همراهی میاد. پس می عضو ثابته، راست و چپ نوتاشون یکیه. ببین که مثلا همچین اتفاق میفته، یه نوت به صورت ثابت هی زده میشه بهش میگن نوت اکستندد. می نوت اکستنددمونم، ملودی راستمون با نوت همراه کننده چپمون یکیه. یه بار دیگه بزنیم.
خب بریم یکم جلوتر. تا یک سنده می که هر میزان سه تا نوت سیاهه که تا آخر آهنگ تقریبا ما داریم، 60 دست راستتون رو اختصاص بدید به این. یک و دو و سه و یک و دو و سه و. حالا ببینیم چه ملودی اضافه میشه. لا سی اینا این ملودی که اضافه میشه چنگ، یعنی به ازای هر دوتایی که با این انگشت رو میزنیم یه دونه می با انگشت 60 میزنیم. لا سی دو سی لا دو سی لا سول لا سی سول سی لا سول لا سی سول. خب حالا بیایم میو اضافه کنیم، می سیاهو. لا سی دو سی لا دو سی سول سول لا سی سول سی همچین تنظیمی دارم بهتون پیشنهاد میدم، ولی بچه هایی که دوست دارن یه خورده سخت در بزنن توی آخر ویدیو نوتی که میذارم همین ملودی رو واریاسیونش رو میاره تو دولاچنگ انجام میده، دقیقا همین کار رو انجام میده، همین نوته منتها دولاچنگش میکنه، به جای که 6 تا نوت چنگ بذاره 12 تا دولاچنگه. بچه هایی که دوست دارن سخت در بزنن توی لول بالاتر بزنن آخر ویدیو نوت رو نگاه کنن و دولاچنگش هم بزنم، ولی من به صورت کلی تا همین نوت چنگو بیشتر پیشنهاد نمیدم، چون اصل موضوع رو میرسونه و بیشتر بریم سمت تم اصلی این اینترودکشن آهنگ. ولی خب حتما حتما نوت آخر ویدیو رو ببینید و اگر دوست داشتید بزنید. این چی شد؟ یه خورده آرومتر میزنم. که گفتم اکسدت میزنه همزمان همچنان داره سه تا نوت سیاه هم میزنه، پس ملودی که ما این ور داریم تقریبا ما ملودی چنگه و اینجوریه. یک و دو و سه و یک و دو و سه و میبینین سه نوت سکوت چنگه. یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و. ولی در واقع ما اگر نوت اکسندد رو اضافه کنیم روی سه نوت داریم، ولی اکسندد میه. من الان این دوتا رو دارم جدا میکنم که براتون راحت تر جا بیفته. یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو
اینو که زدیم میریم برای تیکه‌ای که وارد اوج قضیه میشیم. ما اینجا بودیم دیگه، یک بار باید موف کنیم این سمت پیانو. تو دست راست 12 تا دلاچنگ داریم، همین سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو. دست چپ چیه؟ من اینو اسمش میذارم یه موتیف. موتیفیه که دو تا دلاچنگه یه دونه چنگ. سه بار تکرار میکنی، دوباره سه بار، این سیرمی سیرمی سیرمی، سه بار دیگه. چرا این رو سه بار تکرار میکنیم؟ چون جمع این موتیف ها اندازه یه نوت سیاه میشه. چرا؟ دو تا دولا چنگ و یه دونه چنگ میشه یه دونه نوت سیاه. پس سه بار که تکرار کنیم میشه سه ضرب، که ریتممون هم 3/4. همیشه برای اینکه بدونید روی ریتم دارید میزنید اینجوری حساب کنید، هیچ موقع ریتمتون اشتباه نمیشه. اینجا میریم برای پارت بعدی آهنگ که پارت فیوریت من و اوجشه. یه بار آروم بزنیم، که شما حرکت انگشتای منو ببینید و انگشت گذاری و طبق کاری که انجام میدم شما هم انجام بدید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دو تا 6 تا دلاچنگ که جمعش میشه 12 تا دلاچنگ همچنان ما تو دست چپ داریم. حرکت مچ منو ببینید چقدر کمک میکنه به حرکت. اگه مچمو من اینجا نگه دارم به هیچ عنوانی نمیرسه، پس شما باید بودشون رو بچرخونید. بعد حالا یه اکتاف میریم عقبتر دقیقا همین کار رو انجام میدیم. اینجا نوتمون هیچ فرق نداره، یه اکتاف فقط این اکتاف نوازی میشه، دست چپ هم یه اکتاف میاد قسمت باس پیانو. یه بار دیگه با سرعت دقیقش بزنیم. میریم پارتی که دستا کراس میشن. این تیکه خب تیکه پیشرفته یه آهنگ دیگه، اینم برای بچه هایی که میخوان آهنگو توی ورژن پیشرفته بزنن پیشنهاد میکنم، وگرنه بچه هایی که میخوان مثلا در اینترمدیت بزنن همینجا آهنگو تموم کنن. ولی اگر میخواییم پیشرفته تر بزنین ادامهش اینجوری میشه. یه خواهد سرعت رو کم کنیم، موسیقی
یه خورده آرومتر من اینجا توضیح بدم چی میدونم. خب دست چپمون که مشخصه، به جایی که همیشه بغل هم میزدیم فا و می رو، یا مثلا سول می یا لا می، دیدی که راست داره میشه دست چپمون، یه خورده سخت میکنه کارو، ولی خب خیلی قشنگ میشه. دست راستمون دو قسمت اول، لا فا می دو، یه سکوت دولا چنگ، دو می فا لا فا می دو، جمعش میشه 12 دو دولا چنگ. توی قسمت بعدی سی می ره سی، سکوت دولا چنگ، دوباره سی ره می سی می ره سی، دو لا می دو، سکوت دولا چنگ، دو می لا دو می دو لا می دو، یه اکتاف میام جلوتر همین تکرار میشه. خیلی آهنگ قشنگیه، حتما 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 فیلمش هم ببینین، ببینین که چقدر جهانمون بزرگه و ما چقدر کوچولوییم این وسط. امیدوارم که لذت برده باشین. یادتون نره که حتما حتما با نظراتتون، پیشنهاداتتون منو کمک کنید که محتویات بهتری براتون تو کانال بذارم. آهنگای درخواستی برای آموزش یا برای اجرای توسط خودم هم توی کانالم کامنت کنید و امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه و لذت ببرید. فعلا خدا نگهدار.